عرض درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان. ممنونم که بازم روایت نو رو دارید نگاه میکنید با من فرهاد متقی از ایران فردا. امروز مهمون بسیار بسیار جالب بردم براتون، یکی از کسایی که شنیدن حرفاش بسیار میتونه برای ما آموزنده باشه، یکی از کسایی که وای نگم براتون از اون حزب اللهیای دو آتیشه بوده، از اون کسایی که اصطلاحا میگن از خدا حزب اللهی ترن، اصلا رشته تحصیلیش هم الهیات و اینا انتخاب کرده بوده که دیگه بره تا قلب خود خدا نفوذ بکنه، کسی که اصلا صحبتاشو یک بار از تلویزیون پخش کردن شما گوش کنید قول میدم یا خوندماغ میشید یا کعیر میزنید. شما خودتون بفرمایید. منم عباس خسروی هستم از فارسان. آقای خسروی در رشته چرا مثلا قبول شدید؟ من رشته الهیات دانشگاه. ایرون هم شرکت کردید دانشگاه دیگه، چرا رشته قبول شدید؟ اونم باز رشته الهیات گرایش علوم قرآن دانشگاه تهران. سوال من خب تکراریه، میدونید که به هر حال انگیزه شما هدف شما از انتخاب این دانشگاه برای مکان تحصیل آیندهتون چی است؟ همونجوری که دوستان اشاره کردن این دانشگاه یک اختلاط منطقی و مناسب داره بین علوم حوزوی و علوم دانشگاهی، یعنی تقریبا دوتا بال و دوتا جناح جناحین رو به اصطلاح تقویت میکنه در فرد و باعث میشه که فرد توی لغزش های زندگی ثابت قدم تر باشه. راه هم خیلی بازتر است برای آینده، چون آدم با یه بنیه بال قوی میره بالا انشالله. اما ایشون بعد از مدت‌ها که متوجه شد مسیری که داره میره اشتباهه، برگشت و نه تنها دیگه بی خیال دین و غیره شد، بلکه گفت آقا من یه وظیفه دارم، اونم اینه که بقیه اطرافیان رو با این موجودیت به نام اسلام آشنا کنم. و جزء کسایی شد که تأکید داره میگه آقا من اسلام ستیزم، من کلن برنامه زندگیمو چیدم که با اسلام مبارزه کنم. دقت کنید، نه با مسلمان‌ها، با اسلام مبارزه کنم، به خاطر اینکه خودش دیگه تا اون قلبش رفته جلو، همه چی خونده، کلی حدیث و آیه و قرآن و جزء حافظان و قرآن و غیره بوده، میدونه آقا داستانش چیه. یعنی شما وقتی میاد باهاش بحث کنید، اون سوالی که تو ذهنت داره میاد، ایشون 16 سال پیش بهش فکر کرده، رفته جوابش هم پیدا کرده، علیرغم اینکه همه رو به دست آورده، به این نتیجه رسید اسلام چیز درستی نیست و ازش فاصله گرفته. حرفاشو گوش کنید، جزء مبارزای وطن پرستی هم است که به نوبه خودش داره تلاش میکنه برای آزادی ایران، هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. این شما و این هم آزاد فارسانی. خب بریم صحبتمون رو شروع کنیم با دوست خوبم آزاد فارسانی نازنین و نکات کلیدی رو باهاش مطرح کنیم. آقای فارسانی خیلی خوشحالم که در خدمت هستم، به برنامه خودت روایت نو خوش آمدید. درود بر شما فرهاد جان، خیلی سپاسگزارم از مهر و دعوت شما و درودم میگم به بینندگان شما، سپاسگزارم. آقای فارسانی شما گذشته بسیار بسیار درخشانی داشتید، مدت ها در کسب اطلاعات و معنویات و الهیات و مطالب قرآنی و دینی و غیره بودید، یه جایی متوجه میشید که انگار مطالب به هم نمیخونه و این مسیر رو برمیگردید و این نکته بسیار ارزشمندیه به عنوان کسی که رفتید، دیدید، تحقیق کردید، تجربه کردید و بازگشتید. این مسیری که شما رفتید خیلی ها نرفتند، اگر بعضن دارن با مطلبی مخالفت میکنن این انگ بهشون زده میشه که آقا شما نمیدونی چی به چیه، ولی شما دقیقا کسی هستی آزاد جان که میدونی چی به چیه. یه مقدار در مورد این مسیر، در مورد این سفر که اینقدر سفت و محکم رفتی داخل و اینجوری برگشتی، یه مقدار اگه توضیح بدید. من میدونم چهرهتون برای خیلی از بینندگان شبکه ایران فردا حداقل آشناست، ولی باز اگر دوستانی آشنایی ندارند یه آشنایی بیشتری با شما پیدا کنم، به عنوان کسی که الان نه تنها منکر اسلام هستید بلکه خودتون رو اسلام ستیز معرفی میکنید. بله، درود بر شما و دوباره بینندگان ایران فردا. من نمیدونم این که شما گفتین مدح شبیه به ذم بود یا ذم شبیه به مدح بود، ستایش بود چی بود، ولی از شوخی که بگذریم، حالا من نمیدونم این گذشته درخشان بوده یا تاریک بوده. بله، من خب از بچگی در صورت توی کارهای الهیات و قرآن و اینا، بعدم خب رفتم دانشگاه امام صادق الهیات خوندم، البته رفتم اونجا الهیات گرایش قرآن و حدیث بخونم، بعد رفتم فلسفه خوندم که خب از همون ابتدا دیگه اندیشه انتقادی رو داشتم توی همون دوران حتی نوجوانی و اینها، و فلسفه خب بیشتر این اندیشه انتقادی، اندیشه سنجشگر رو به من آموخت. بعدم خب تاریخ اسلام و تاریخ قرآن و اینا رو که خوندم، به هر حال از همون سال دوم دانشگاه امام صادق، یعنی از حدود 21 سالگی دیگه من از اسلام و جمهوری اسلامی و اینها بریدم توی همون دانشگاه امام صادق. حالا شاید دوستانی هم دوست نداشته باشن، ولی توی همون دانشگاه امام صادق عکس خامنه ای رو پاره کردم، به خامنه ای فحش دادم، قرآن رو پاره کردم، توی توالت دانشگاه امام صادق ریختم. به هر حال 21 سالگی من، الان 46 سالمه، ولی به هر حال آدم این رو میشه گفت که
نکته مثبتی هست که آدم‌ها اگر احساس کنن در مسیر اندیشه‌شون، در مسیر آگاهیشون با چیزهای جدیدی مواجه بشن، اگر تغییر کنن، به نظر من اون نکته مثبتیه، برعکس اون چیزی که میگن حرف مردی کیه. به نظر من گاهی اوقات بسته به شرایط آدم باید حرفش تغییر کنه، شرایطی که مبتنی بر آگاهی، مبتنی بر آزادی، مبتنی بر شرافت. اگر آدم اون تغییر رو نکنه، یه مقداری خب ضعف در شرافت یا ضعف در آگاهی یا ضعف در آزادی خواهی داره. بله به هر حال من تغییر کردم، گفتم اون موقع دیگه 21 ساله بودم، ولی الان 46 سالمه دیگه، یه مسیر طولانی بوده همینجور که شما گفتین. در خدمتتونم. خدمت و ببین اینکه اصلا واقعا حتی سنگم در مرور زمان تغییر پیدا میکنه و این اصلا من قبول نمیکنم که انسان بتونه ثابت بمونه تمام اون اتفاقی که بر ما میفته. انسان با خوندن یک کتاب میتونه مسیر زندگیش عوض شه، با دیدن یک فیلم، با از دست دادن یک عزیز یا به دست آوردن یک فرزند، همه اینا میتونه تاثیر داشته باشه. نکته که در مورد شما به حال خیلی گرانقدره، نمیتونم بگم مثبت یا منفی، چون قاعدتا شما عمر رو در این مسیر سپری کردید، بعد متوجه شدید که مسیر حالا به ذمه خودتون اشتباهیه، ولی این تجربه که شما در این مسیر به دست آوردید، این کمک میکنه خیلی از آدمایی که فکر میکنن شما نمیدونین و فکر میکنن که الان این سوال ازش میپرسم اینجا میتونم دو خمشو بگیرم، شما اینا رو قبلا رفتید. به قول دوستان میگن جاده که شما میری آقای فارسانی لیله رفته، درختاش هم کاشته، کاملا اطلاع داره. بر همین کمتر دیدم وقتی با کسی وارد مباحثه میشید، حالا اون دوستانی که تازه چیزی هم خیلی نمیدونن، فکر میکنن که میدونن، خیلی راحت میتونید متقاعدشون کنید، ولی سوای اتفاقات معنوی و اون اتفاقات حالا علمی دقیق که بخوام بگیم، آقا میخوام در کلیت این داستان الهیات و این تحصیلت غیر از بحث جمهوری اسلامی، در کلیت اسلام میخوام بدونم که چی دیدی که اینقدر ازش زده شدی، خارج از این شعارها و غیره، اون چیزی که واقعا قلبا در خودت اونجا اتفاق افتاده، ملموس بوده و بعد تصمیم گرفتی آقا عجب راه اشتباهی دارم میرم، ملت همینجوری معمولی دارن میرن اشتباه میکنن، من چرا رفتم درس خوندم اومدم بین این همه رشته پزشکی و فنی و غیره اومدم این مسیر رو؟ میدونم که اون صحنه وسط صحنه بسیار تلخی بوده، قاعدتا آدما تو این موقعیت رو خوشم کلنجار میرن که آقا من بیام اعتراف کنم مسیر اشتباه برگردم یا نه بالاخره پول توشه، امکانات توشه، این مسیر رو ادامه بدم. چی دیدی که تصمیم گرفتی مسیر رو برگردی و اینجوری هم علنی برگردی؟ فراز جان ببین، یه مسیر ذهنیه که آدم یه به اصطلاح مطالعاتی داره، آگاهی‌هایی پیدا میکنه، و یه مسیر عینیه. میگن شنیدن کی بود مانند دیدن، یه چیزایی رو آدم میبینه، لمس میکنه، به قول فیلسوفای اگزیستانسیالیست اون براش یه مسئله وجودی میشه، یک مسئله اگزیستانسیال میشه. من خب هر دوتا مسیر رو طی کردم. مثلا اون ابتدایی که شاید بد نباشه اول یه اشاره دیگه داشته باشم به این عکسایی که پشت سر من هست و بعضی عزیزان دیگه، میدونید ندا آقا سلطان که کشته میشه که حالا عکسش پشت سر من نیست، ندا آقا سلطان هم الهیات خونده بود و ندا آقا سلطان اتفاقا وقتی الهیات میخونه اون هم تغییر فکری پیدا میکنه، زندگیش کلا متغیره، یعنی مشخصه که تغییر جدی پیدا کرده دیگه، هیچ دلبستگی به الهیات نداره. اما ندا آقا سلطان در خرداد، همین ماه خردادی که ما هستیم، ندا آقا سلطان در خرداد ماه کشته میشه، به این خاطری که آگاه شد و حقش رو مطالبه کرد، حق آزادیش رو مطالبه کرد، نه اتفاقا حق رأی رو، چون ندا هیچ وقت رأی نداد. توی ماه خرداد، ماه تولد کیان پیرفلک، کیان پیرفلک به هر حال مادرش میگه توی مراسم دفن کیان نازنین، این کودک 9 ساله، میگه برای بچه من قرآن نخونید، بچه من از قرآن متنفر بود. مجید رضا رهنورد رو داریم که دوباره 26 خرداد زادروزشه. مجید رضا رهنورد هم موقعی که دارن اون رو حلاجوار به بالای دار میبرن، چون گفت انالحق، یعنی حقیقت من هستم، من انسان هستم نه دین، و گفت شادی نکنید برای من، نماز نخونید برای من، ببخشید شادی کنید برای من، نماز نخونید، قرآن نخونید. خب این نشون میده که این نسل آگاه شده. توی همین ماه خرداد دوباره ماه کشته شدن، ببخشید ماه تولد ابوالفضل آدینه‌زاده هم هست، عکس دیگری که این گوشه میبینید، ابوالفضل آدینه‌زاده. ابوالفضل آدینه‌زاده برعکس اتفاقا توی خانواده فوق‌العاده مذهبی به دنیا میاد. مادرش میگه که من موقعی که حامله بودم ابوالفضل رو براش توی همون دوران حاملگی قرآن میخوندم، بعد به اون رو موقع شیر دادنم براش با وضو شیرش میدادم و اینها. و عزیزان دیگری دیگه، توی ماه خرداد ماه کشته شدن منا محمود نژاده. منا محمود نژاد
دختر 17 ساله‌ای بود که گفتن چون بهایی بوده توی سال 57 توی ایران اعدامش کردن. مونا محمود نژاد توی 28 خرداد 62 در واقع اعدام شد. توی زمان اعدامش 17 سال داشت، توی تدریس میکرد به کودکان بهایی و ماه در این حال کشته شدن سید جواد موسوی هم که خب سید هم هست دوباره، بنابراین اصلا ربطی نداره. من از هر دو طیف گفتم که بدونیم این جنایات رو متوجه میشن این نسل، یا خود ژینا رو مهسا رو موقعی که یه آخوندی میاد براش نماز بخونه، دایی مهسا میگه برای بچه من نماز نخونید، بچه من رو همین نماز کش، و نمیذارن آخوندی اونجا برای ژینا امینی نماز بخونه. اما حالا اگر برگردم یه مقدار اون تجربه، حالا قبلا هم که گفتگو داشتیم گفتم، ولی اگه دوستان اون برنامه رو ندیدن بگم تجربه شخصی خودم رو خیلی کوتاه. من اولین مسیری که طی کردم مسیر آگاهی بود، یعنی از همون دوران نوجوانی توی مسجد جامعه که بودیم یه کتابخانه‌ای داشت که یه شهید باستانی بود که خب اون کتابخونه رو افتتاح کرده بود، بعد که خودش کشته شد توی دوران جنگ اون کتابخونه میمونه و خاک میخوره. من با دو سه تا از دوستان اومدیم اون کتابخونه رو احیا کردیم، حتی خیلی کتاب من خودم شخصا رفتم از جاهای مختلف گرفتم، از جمله نماینده مجلسمون توی تهران با اتوبوس کتاب گرفتم، با اتوبوس بردم اونجا و خب خودم یکی از اون متصدیان اون کتابخونه مسجد جامع شهرمون بودم و گاهی اوقات شب تا صبح من مینشستم کتاب میخوندم. کتابایی هم که دوست داشتم تاریخ ادیان بود، تاریخ قرآن بود، من یاد عکسشو دارم 12 ساله بودم که کتاب تاریخ قرآن های دکتر محمد باقر حجتی رو و دکتر رامیار رو خوندم. خب تاریخ رو آدم وقتی میخونه یه دید دیگه بهش میده. بعد خب جامعه شناسی دوست داشتم میخوندم، فلسفه دوست داشتم میخوندم. این نگاه تاریخی خب یه مقداری دید من رو باز کرد و گفتم رفتم دانشگاه امام صادق به نوعی برای که از دین دفاع فلسفی بکنم، ولی بعد اون مسیر فلسفه بیشتر چشم من رو باز کرد و حالا وقت دوستان رو نمیگیرم. دو تا تجربه عینی هم داشتم، یکی توی قضایای کوی دانشگاه بود که من خودم اونجا توی میدان انقلاب تهران بودم و از چون دیگه فرار کردیم توی کوچه بنبستی بود رفتیم بالای پشت بوم و جنایت هایی که اونجا داشتن انجام میدادن رو دیدم و خب خیلی برام تاثیرگذار بود و گفتم یه مسئله وجودی بود. و آخرین موردش هم که موقعی بود که دکترا قبول شده بودم، رفته بودم برای بورسیه وزارت علوم توی تهران، وزارت علوم داشتیم برمیگشتیم از تهران به سمت اصفهان، روز پنجشنبه بعد از ظهری بود و اون ور اتوبان قبر خمینی جلاد بود و این ور اتوبان هم بهشت زهرا. ما وایسادیم یه آبی بنوشیم، با همسرم بودیم معصومه عزیزم، وایسادیم یه آبی بنوشیم، یه سری بچه اومدن دور ماشین ما، این بچه های کودکان کار که توی همین 12 ژوئن هم روز جهانی کودکان کاره و خودشون هم رسما اعلام کردن 15% کودکان ایران کودکان کارن و من دیدم کودکان کار اومدن دور ماشین ما و اصرار میکردن که گلی از ما بخر، آبی از ما بخر و این کودکان زرد و گرسنه. من گفتم چرا اون برای این اتوبان باید قبر خمینی میلیارد دلاری باشه و این برای اتوبان این کودکان کار این گونه باشن. بماند که بر اساس مرکز آمار رسمی مرکز آمار ایران توی 6 سال گذشته 184,000 کودک همسری برای دختران زیر 15 سال ثبت رسمی شده، 184,000 کودک همسری. خب آدم اینها رو میبینه، من خودم یه دغدغه اخلاقی همیشه داشتم، حتی پایان‌نامه فوق لیسانس هم بحث اخلاقی بود، فلسفه اخلاق بود، تز دکترا بحث فلسفه اخلاق بود که البته 3 ماه بیش از دفاع از تز دکترا اخراج شدم، ولی این دغدغه اخلاقی رو وقتی داشتم نتونستم توی اون چارچوبی که اخلاقی نیست، از خود قرآن تا خود اسلام تا خود محمد تا جمهوری اسلامی که قطعا جمهوری نیست و قطعا اسلامی هست، نتونستم توی اون چارچوب طبیعتا بمونم. خب ببین الان دو تا مورد گفتی، من میخوام یه لحظه برم جای مخاطب بشینم. یه مخاطب مذهبی الان فرمایشات شما رو گوش میکنه، بعد میگه آقا شما این دو تا موردی که گفتی این دلیل نمیشه شما از اسلام ببری، این دو تا مورد جفتش مقصر جمهوری اسلامیه و اون اسلام حقیقی اگر که جای پیاده سازی بشه شما مطمئن باشی که اون الهیات ادامه میدی، دکترا رو که میگیری تازه واسه فوق دکترا هم میری جلو. چی از خود اسلام دیدی نه چی از جمهوری اسلامی دیدی که از اسلام بریدی؟ چون میدونم الان یه سری آدما دارن فکر میکنن میگن آقا این بله جمهوری اسلامی اینجوریه. در مطالعاتت، در اون کنکاش هایی که داشتی، در اون تاریخ ادیان که میخوندی، به چه نکته خیلی فاحشی برخورد کردی که باعث شد از جمهوری اسلامی بریدن خیلی سخت نیست؟ آدم الان که مثلا دیگه عصر ارتباطات آدم 4 تا از جنایت ها اینا رو فیلم ها و تصاویرش ببینه میفهمه چی به چیه، چی شد که از اسلام بریدی؟
اصلا حالا من نمیخوام خیلی به اینا تقدم و تأخر بدم چون یه جورایی همزمان پیش رفتن، ولی شاید به لحاظ ذهنی من اول اتفاقا از جنایت های اسلام آشنا شدم، یعنی رفتم جنایت های اسلام رو دیدم و خود قرآن رو خوندم. وقتی شما مثلا توی قرآن میخونید که و بالوالدین احسانا، میگید خب خوبه، میگه به پدر و مادرتون نیکی کنید، بعد میری یه جای دیگه میگه که اگر پدر و مادر شما کفر رو برگزیدن، ان استحب الکفر علی الایمان، میگه اونها رو به دوستی نگیرید، اونها رو دوست نداشته باشید، پدرتون برادرتون مادرم نمیگه، یعنی اصلا زن رو هم که به رسمیت نمیشناسه، میگه اون رو به رسمیت اون رو دوست نداشته باشید، یعنی حتی عشق بین پدر و فرزند رو، بین برادر و برادر رو هم به خاطر اینکه شما دیدگاهاتون متفاوته اون قرآن میگه نداشته باشید. یا شما مثلا میگید خب تجاوز به زن شوهردار بده دیگه، خیلی بده، بعد شما میرید قرآن رو میخونید، میگه که والمحصنات من النساء، میگه با زنان شوهردار سکس نکنید الا ما ملکت ایمانکم، مگر اینکه ملک یمین شما باشن، کنیز شما باشن، که این خب این آیه قرآنه، حتی علامه طباطبایی هم توی تفسیر المیزانش میگه اگه کنیز باشه، حتی اگه کنیز شوهردار باشه، هیچ هم بحث جنگ نیست، چون کنیز رو میتونید بخری از هر بازار کنیز و برده فروشی، میگه اگر کنیز باشه شما میتونید اون کنیز رو از شوهرش بگیرید، میگه ارباب میتونه بین کنیز و شوهرش حائل بشه و در مدت استبرا اون رو از شوهرش بگیره، باهاش همخوابگی کنه یا به کسی بده که باهاش همخوابگی کنه و بعد به شوهرش پس بده. خب اینا مسائل اخلاقیه. بعد تاریخ اسلام رو میری میبینی محمد همین کارا رو کرده، علی همین کارا رو کرده، خلفا همین کارا رو کردن، این جنایت ها رو میبینید. ارنست رنان، من بسم هم همیشه گفتم من اسلام ستیز هستم اما مسلمان ستیز نیستم. ارنست رنان میگه اسلام سنگین ترین زنجیری است که بشر به دوش کشیده است، مسلمانان اولین قربانیان اسلام هستند، آزاد کردن مسلمان از زنجیر اسلام بهترین خدمتی است که انسان میتواند به او بکند. بعد توی بخشی از همین نوشتار ارنست رنان میگه اسلام is liberal when weak، اسلام یه مقداری نرم لین موقعی که ضعیفه، but violent when strong، اما وقتی که قوی میشه خشن میشه، برعکس اون چیزی که بعضیا میگن محمد در مکه خب یه مقداری لین بود و اینها، بعد که میاد توی مدینه خشن میشه. خب محمد توی مکه هنوز طرفداری نداشت، هیچ کم حتی فامیلش طرفدارش نشدن، میره پناهنده میشه به مدینه، بعد توی مدینه خشن میشه، همون کسایی که بهش پناه دادن قبایل یهودی و اینا رو میکشه بر اساس ترس و وحشت، شبیه همین کاری که آیسس داعش میکنه، یه سری طرفدار جمع میکنه و دوباره حمله میکنه به مکه و شد آنچه که شد. بنابراین اینو در طول تاریخ اسلام میبینیم. خمینی هم میبینید که قبل از جمهوری اسلامی شعارهای لعین میده، اما بعد که قدرت رو به دست میگیره در اون مایه اسلام رو نشون میده، و همینه که خمینی هم میگه اسلام بر خون و بر شمشیر بنا نهاده شد. این یه واقعیتیه. شما از محمد تا خامنه‌ای نگاه میکنید، و دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدو وکم، ارهاب که خود اعراب هم به عملیات تروریستی میگن عملیات ارهابیه، ارهابی که تو این آیه قرآن سوی آیه 60 سوره انفال هست دقیقا یعنی تروریسم، یعنی اسلام یه دین تروریستی هست. و اساسا این بس نیست که حالا ما بگیم مسلمان ها میگن که من چون از جمهوری اسلامی بعدم میاد، نه اتفاقا من چون اسلام رو شناختم از جمهوری اسلامی هم میبینم که داره اسلام رو پیاده میکنه، بنابراین به لحاظ ذهنی دشمنی من با اسلام اولویت داره با دشمنی با جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی در دل اسلام قرار میگیره، همون جوری که حکومت محمد در مدینه در دل اسلام و قرآن قرار میگیره. آزاد، من آدم خیلی زیادی دیدم، نه تنها فقط در ایران، الان که در اروپا زندگی میکنم آدم های زیادی دیدم که کارهایی رو انجام میدن بر پایه اسلام، در صورت که حتی نرفتن یه بار بخونن ببینن که آقا اصلا کاری که داری انجام میدی حتی اسلام هم نگفته باید این کارو بکنی، یا بعضن کسی رو میدونم مثلا دیدم که روزه داره میگیره یا داره نماز میخونه، یا مثلا یه چیز خیلی جالبی که بین یه سری از مسلمانات اروپا هست، انواع اقسام مشروب رو میخورن ولی مثلا بحث گوشت خوک میاد حاضر نیستن بهش دست بزنن، یعنی مثلا بعضی نمیرن تو رستوران کار کنن چون میگن اونجا مجبوریم به گوشت خوک دست بزنیم، دست اگر در قرآن گفته نباید بخورید، نگفته نباید دست بزنید. متاسفانه تو ایران هم این اتفاق است، آدم ها به چیزهای اعتقاد دارن که نه تنها زیر سوال نرفتن یه بار زیر سوال ببرنش، بلکه وقتی ازشون سوال میکنی دلیل این اتفاقی که دارن انجام میدن رو هم نمیدونن. و با اینکه ما الان در عصر تکنولوژی و غیره هستیم، تونستیم قشر تقریبا جوان و نوجوان رو این سمت بیاریم، چون خودشون ذهنشون باز آزاده برای هر چیزی، چرا و اما میذارن، حتی پدرش یه چیزی میگه میگه کاری انجام بدیم که چرا باید این کار انجام بدم. ولی تو نسل قبل‌تر خیلی
کار داریم انجام بدیم. بعضا که حتی نه تنها یه عده دوست ندارن این سوالا رو از خودشون بپرسن و دنبال واقعیت باشن، بلکه مخالفت و مقاومت شدیدی هم در برابر بقیه دارن که اگر اونا دارن مسیر رو میرن که با مسیر اینا یکی نیست. به نظر تو راه بیدار کردن این نسل خفته چیه؟ حتی من یه مقداری گاهی اوقات مسئله دارم با این تعمیم جزء به کل که یه مغالطه منطقی هم هست دیگه. حالا ممکنه یک سری از نسل قدیم هنوز مقاومت کنن، ولی من خیلی ها دیدم با خود منم بعضا در تماس هستن 70 سال حتی 80 سال هست اما تغییر کرده، نماز رو کنار گذاشته توی همین سن، خدا رو کنار گذاشته یا نهایتا یک خدای اون دین ایرانی رو داره، خدای ایران باستان که میگه به خودت بیا خودت خدای خدا خرد وجدان، اونم خدایانه، یعنی حالت نمادینه، خدای آب، خدای آسمان، خدای طبیعت، نهایتا خیلی ها اساسا دیگه هیچ خدا باوری ندارن. ولی اینو میگم این تعمیم به کل رو خیلی قبول ندارم. مثلا میگن نسل 57، نسل زد، خب ما تو همون نسل زد هم خیلی متدین داریم، توی نسل 57 هم، بنابراین این شکاف نسلی رو قبول دارم، ولی این تقسیم بندی یک کاسه کردن رو باید یه مقداری در موردش حواسمون باشه، چون آدم ها ذهن دارن، همون که خود شما گفتی آدم ها سنگ نیستن، حتی سنگ هم تغییر میکنه، همون داستان سکاکی بعد که توی سن بالا میگن تغییر کرد و اینها و رفت آموخت. بنابراین هر کسی میتونه آموزش داشته باشه، خودش رو بیاموزاند، فرقی نمیکنه در چه سنی. اما بله، برای همین بود که من گفتم مسلمانان عزیزان من هستن، چون اونا انسانن، اما اسلام یه عقیده، یه باوره و اون باوره که من به اون باوره مسئله دارم، اون باورم کاملا مشخصه، یعنی چارچوبش مشخصه، مهمترین مبناش قرآنه، بعد ما سنت پیغمبر رو داریم، احادیث داریم، حالا که در مورد احادیث همیشه صحبت کرد که بحث اعتبار و عدم اعتبار، ولی قرآن جلوی چشممونه، تاریخ محمد هم جلوی چشممونه، با اینکه اولین سیره محمدی که نوشته میشه حدود 200 سال، سیره‌ای که ما در دسترس داریم، سیره ابن هشام حدود 200 سال بعد از مرگ محمد نوشته شده و به هر حال، اما اینها جلوی چشممونه، مهمترین منبع قرآن جلوی چشممونه. بنابراین اینکه یه مسلمانی چه کار میکنه یا چه کار نمیکنه، اون مبنای ما نیست، خود اسلام و خود قرآن مبنای ماست. همون که استیون واینبر میگه با دین یا بدون دین انسانهای خوب کارهای خوب میکنند و انسانهای بد کارهای بد. اما برای اینکه یه انسان به ظاهر خوب کار بد بکنه قطعا به دین نیازه. اون جایی که ما بحث کشتار و جنایت های اسلام میاد، اون ممکنه آدم به ظاهر خوبی هم باشه، اما اون دین است که اون مجوز رو بهش میده که حتی برادرش رو بکشه، پدرش رو بکشه، خواهرش رو بکشه، دخترش رو با داس بکشه. اون دین است که اون مجوز رو بهش میده. ببین، یکی از مهمترین دستاوردهای بشر نسبیگریه، یعنی به این نتیجه رسید که هیچ امری مطلق نیست، ابسولوت نیست، ما امر ابسولوت نداریم، چه خدای مطلق، چه علم مطلق، چه که میگن خدا قادر مطلق، عالم مطلق، خیر مطلق، دید نه، همه چیز نسبیه، حتی اخلاق نسبیه، باید با نسبیت شرایط نگاه کرد. و بنابراین این انسان نسبی اگر اومدن گفتن که یه امری مطلقه، اون آغاز جنایته، و این در مورد همه ادیان، حالا به ویژه ادیان ابراهیمی صادق است که مطلق نگری دارن. اما بله، مسلمانانی هستن که یه باوری رو توی ذهنشون ابسولوت کردن و میگن هرچی اون باور داشته باشه، ما هرچی اون باور به ما بگه قبول داریم. ولی خب یه جاهای اون آدم‌ها هم پراگماتیست هم ممکنه باشه، میگه حالا من مسلمونم ولی حالا مشروبم هم می‌خورم، چون اون مشروبه انگار دوست داره، اونجا به اون چیزی که داره نگاه میکنه، ولی اون دیگه اسلام نیست. حالا هرچند تو خود قرآن هم میگه مشروب یه ضررهایی داره، اما شرها اکثر من نفعها، یه چیزی شبیه این توی قرآن میگه، یعنی حتی خود قرآن هم میگه که مشروب یه حسنایی داره و خب پاداش بهشتشون هم مشروبه. حالا نمیدونم اون مشروبی که میگن مست نمیکنه توی بهشت چجوریه، میگه یه شعری داره میگه چرا هرچی که شیرینه حرامه، همای خونده میگه چرا هرچی که شیرینه حرامه. به هر حال اونم میدونن یه چیزای شیرینه، اگه اسلام هم بگه حرامه، ولی بازم میرن استفاده میکنن. بعد حالا به ویژه توی شیعه میگن بعد ما توبه میکنیم برمیگرده و اینا. حالا من این که بعضیا ممکنه برنجن از این سخنانی که ممکنه در نقد اسلام گفته بشه، حالا من در این مورد میتونم صحبت بکنم که ما مسئول رنج یا لذت دیگران نیستیم، ما مسئول بیان حقیقت هستیم، حقیقت مطلقی هم البته وجود نداره. نکته جالبی رو گفتی. حالا من خودم اولا من اینو بگم، در مورد بعضی از اتفاقات، انقدر اتفاقات نکوهیده‌ایه، به نظر من اگه 100 نفرم باشن تعدادشون خیلی زیاده، یعنی اون تعمیما منظور من این نبود که همه اینجوریان هم، ولی اینکه تعداد زیادی هستن که هنوز این تفکر رو دارن. ولی تو این مورد آخری که گفتی، من فکر می‌کنم که معمولا مسلمان‌ها نگاه می‌کنن کجا به نفعشونه، اونجا که به نفعشونه میشن مسلمان دو آتیشه، اونجا که می‌خوان اشغال کنن، می‌خوان مثلا چمن آبشنگولی
بخورن، مشروب بخورن. اونجا میگن آقا به قول تو شیعیان میگن اگر به اندازه بال مگسی از اشک چشم خیس بشه کسی که نمیدونم برای ابو عبدالله گریه کنه 70 سال گناهانش بخشیده میشه. من میخوام بدونم اون کسایی که این احادیث رو نوشتن، شما به حال مطالعه داشتی، اینا قبل از نوشتن این احادیث چی میزدن؟ اینا اگه توضیح بدی ممنون میشم، چون به نظر میرسه جنس خیلی خوبی میزه. چجوری ممکنه یه نفر یه قطره اشک برای یه نفر گریه کنه، اگر حالا حساب و کتاب خاصی هم باشه، زندگی آخرتی هم، 70 سال گناهانش بخشیده میشه؟ این تافته جدا بافته بودن شیعه از کجا میاد و آیا این خودش باعث گمراه تر کردن بخش شیعه مسلمان ها نشده؟ فرهاد جان ببین، یکی از مهمترین منابع احادیثی سنی صحیح بخاریه. محمد بخاری توی مقدمه کتاب صحیحش میگه، میگه من 600 هزار حدیث از سواد و شام پیدا کردم. حالا اگر من پیدا کنم اصل متنش رو که دقیق گفته باشم عدد رو، میگه من 600 هزار حدیث داشتم و اومدم اینها رو در واقع جمع آوری کردم. و بعد بله، در دیباچه صحیح بخاری اومده که نویسنده بیش از 600 هزار حدیث و روایت رو از حجاز و سواد گرد آورده و از میان اونها فقط 4 هزار حدیث رو صحیح ارزیابی کرده. 600 هزار حدیث داشته، اومده 4 هزار حدیثشون رو صحیح ارزیابی کرده. خب اگر این رو ما در نظر داشته باشیم، یعنی محمد بخاری اومده 596 هزار حدیث و روایت دروغ رو که در میان مسلمانان بوده اینا رو برداشته و کنار گذاشته، یعنی 99.4% روایت ها رو و حدیث ها رو کنار گذاشته و 0.6% رو انتخاب کرده، یعنی از 600 هزار حدیث 4 حدیث. این توی صحیح بخاری که مهمترین منبع حدیثی و روایی اهل سنته. حالا من میام توی شیعه، توی دانشگاه امام صادقی که ما بودیم دو تا استاد مسلم حدیث و روایه و رجال و اینها ما داشتیم، یکی دکتر احمد پاکچی بود، یکی هم آقای اسمش هم یادم رفت که یکی از مصححهای بزرگ هم بود، حالا اگر اونم اسمش یادم بیاد عرض میکنم خدمتون. حالا دیگه من بله، علی اکبر غفاری. آیا علی اکبر غفاری هم که خب خیلی از کتاب‌های روایی آدمی شناخته شده، یه آدم معروفی، مهمترین منابع حدیثی شیعه رو آیا علی اکبر غفاری تصدیق کرده. آیا علی اکبر غفاری و آیا دکتر احمد پاکچی هر دوتا به نوعی میگفتن که از میان میلیون ها حدیث، حالا چون توی شیعه 600 هزار حدیث نیست، فقط شما کتاب بهارالانوار رو نگاه کنید 120 جلده، ولی میگه توی این میلیون ها حدیثی که ما داریم فقط آیه احمد پاکچی میگفت اون چیزی که ما میتونیم بگیم قطعی و صدور از به بیان خودشون معصوم، فکر کنم گفت 18 حدیث یا 14 عدد حدیثه که ما میتونیم بگیم قطعی و صدوره. حالا شما حساب کنید میلیون ها حدیثه. برای همینه ما نباید توی این دالان ها باشیم. گفتم اولین سیره‌ای که ما از محمد داریم سیره ابن هشامه که بر اساس سیره ابن اسحاق نوشته شده، که دیگه اون سیره ابن اسحاق ما در دسترس نداریم، اما خود ابن هشام 200 سال بعد از مرگ محمد زندگی کرده. بنابراین حالا ما نگاه کنید توی همین قرن 20 با همه این امکانات چقدر صحبت‌های با همه این رسانه و فیلم و تلویزیون و صدا و اینها چقدر دروغ‌های منتشر میشه و خیلی هم باور میکنن. بنابراین نباید خیلی توی این دالان‌های تاریخ حتی یا روایت رفت، اما قرآن رو جلوی چشممون داریم و اون چیزی که داره اجرا میشه دیگه ما داریم میبینیم. حالا ممکنه بعضی هم قرآن رو بگن بعد از محمد جمع‌آوری شده. خب حالا در مورد قرآن هم چجوری نوشته شده، اول ورقت ابن نوفل میاد اون رو به محمد تلقین میکنه، پسر عموی خدیجه، بعد خب یه سری میان اون رو مینویسن برای اینکه یه جهان گشایی بشه دیگه. واقعیت اینه که یه کتاب این دستاورد یا ذهن آورد بشره برای جهان گشایی، برای رقابت با ادیان دیگه. اما این قرآن جلوی چشم ماست و بنابراین ما با اون کار داریم، وگرنه مسلمانان آدمن و آدما هم اتفاقا مهمترین ویژگی آدما نظریه همون جرمی بنتام دیگه، نظریه فایده گرایی یا سودگرایی، سودشون رو نگاه میکنن. اتفاقا اسلام هم روی این سودگرایی خیلی حساب کرده، برای همین یه جایی سعی میکنه بگه حالا اگه اینجا هم سود نبردید اون دنیا سود میبرین، شراب میبرین. ولی نظریه سودگرایی چیه؟ میگه که بیشترین لذت برای بیشترین افراد. اما نظریه سودگرایی اسلامی اینه که بیشترین لذت برای کسانی که مسلمون باشن، اگه مسلمون نباشن یا باید کشته بشن یا باید جزیه بدن. اونم نسیه دیگه، اونور در آخرت، اینجا که نه آخر. الان باید گریه
کنی تا گناهات پاک اون دنیا میگیری. آزاد، به حال یکی از مسیرهایی که داری میری و میدونم مدت هاست دنبالت میکنم، علاوه بر این روشنگری که در مورد اسلام داری انجام میدی، مبارزه با جمهوری اسلامی و حالا همه ما ایرانیم و سعیمون برای اینه که یه تلاشی بکنیم برای آزادی کشورمون. میخوام بدونم این مبارزه که الان داری در برابر اسلام انجام میدی چقدر مسیرش منطبقه با مبارزه با جمهوری اسلامی؟ به عبارت دیگه فکر میکنی چقدر حاصل این مبارزه اسلام ستیزی میتونه در آزادی ایران تأثیر داشته باشه؟ ببین، من همیشه دو تا چیز رو کنار همدیگه به کار بردم، حتی اون لوگویی که ساختم اینا مثل یه پرده از روی همدیگه رد میشن، ما براندازان و ما مرتدان. من حتی نمیگم مثلا ما خدا ناباوران، ما آتئیست ها، میگم ما مرتدان، یعنی اون واژه‌ای که اینا خیلی هم ازش میترسن، همون چیزی که یوسف القرضاوی از رهبران اخوان المسلمین مصر میگه، میگه اسلام زنده است تنها به دلیل مجازات ارتداد. اگر مجازات ارتداد از بالای سر اسلام برداشته میشد، اسلام تاکنون وجود نداشت. برای همین من بس از بس ارتداد استفاده میکنم، یعنی اون چیزی که برای شما تابو مجازات مرد داره، من دارم فریادش رو میزنم. و جمهوری اسلامی هم اسلامه دیگه، ما میدونیم جمهوری نیست اما اسلام هست، بنابراین مبارزه با جمهوری اسلامی هم مبارزه با اسلامه. برای همین هم هست که کیان پیرفلک میفهمه با اون تیزهوشی خودش، اما توی همون سن نوجوانیش، توی همون 9 سالگی 8 سالگی میفهمه، میگه مامان من چرا باید قرآن بخونم؟ توی بستگان خود منم اینجوری میگه، چرا ما باید قرآن بخونیم؟ مگه ما عربی؟ ما با عرب مسئله نداریم، خود عرب هم اولین قربانیان اسلام هستن، ولی میگه من ایرانی ام، من مسلمان نیستم. همون چیزی که شاهرخ هم گفت و بعد یادش زنده و گرامی، خب ما خیلی روش تاکید داریم، ولی اینا با همدیگه دو روی یک سکن، با همدیگه هیچ منافاتی ندارن. اما ممکنه، من یه بحثی رو میخواستم مطرح کنم، بحث رنجش بود. ممکنه بعضیا بگن که خب شما وقتی این حرفا رو میزنی مسلمان ها میرنجن. اولا که اعداد نشون میده و مشاهدات هم نشون میده، به هر حال مجید رضا رهنوردها، کیان پیرفلکها، ژیناها، نداها کم نیستن، نشون میده که توی سنین مختلف مردم ایران دیگه فهمیدن که ریشه تمام مصیبت‌های بشر به نوعی دینه و ریشه بیشتر اعظم مصیبت‌های ایران ریشش، یعنی ام المسائلش باز اسلامه. برای همین مردم از اون جدا شدن. برای من خیلی نگران این که من اگر یه چیزی به اسلام بگم مردم برنجند، خیلی نگران اون نیستم که مسلمانان برنجند. ضمن این که اگر تا شما کسی رو نرنجونید نمیتونید یه ضربه‌ای هم بهش وارد کنید، ضربه فکری. اما سلمان رشدی که ما حسن نیت داریم در این رنجوندن اونها، نیتمون اینه که اونها اون درد و رنجشون کاسته بشه، درد و رنجی که اولین قربانیان اسلام خود مسلمانان هستن، اولین قربانیان احکام اسلام هم مسلمانان هستن. اما که سلمان رشدی توی کتاب حسن نیتش، من یه مثال از روشنفکرای در واقع غربی میخوام بگم، سلمان رشدی، با یکی هم از روشنفکرای خودمون، سلمان رشدی توی کتاب حسن نیتش میگه آزادی بیان چه معنایی دارد؟ بدون آزادی برای رنجاندن یا خشمگین کردن دیگری آزادی مفهومی ندارد. بدون آزادی برای به چالش کشیدن دیگری و حتی تمسخر آنچه متعارف، متداول و پذیرفته شده است، ولو اعتقادات مذهبی مورد تایید همگان، آزادی دچار وقفه می شود. زبان و قوه تخیل را نمی توان محبوس کرد. اگر محبوس کردید، هنر خواهد مرد و مرگ هنر، مرگ بخشی از آن چیزی است که از ما انسان می سازد. ما اینجا می خواهیم انسان رو در موردش صحبت کنیم، نه انسان مسلمان، انسان مسیحی، انسان بهایی، انسان یهودی، انسان بیدین. انسان به ما هو انسان، یعنی اون انسان گوشت و پوست و خون و استخوانداری که به این جهان میاد، لذت میبره، رنج میبره و از این جهان میره. ما می خواهیم درد و رنج انسان کاسته بشه. و اینجا من میخوام به یه در واقع یک وجه تراژیک و اخلاقی زندگی روشنفکری اشاره کنم. آقای مصطفی ملکیان که خب یکی از روشنفکران بزرگ معاصر هست، خب منم افتخار دوستی باشون رو داشتم، از جمله خب دو سه جلسه دو نفره با هم دیگه داشتیم برای همین مباحث فلسفی، حتی بعضن برای مباحث شخصی که خود من داشتم، توی مقاطعی دوچار یک این میشدم که این تصمیم رو بگیرم یا رفتم با ایشون یک دو تا مشورت کردم. آقای مصطفی ملکیان یه مقاله‌ای داره به عنوان تقریر حقیقت و تقلیل مرارت، وجه اخلاقی و تراژیک زندگی روشنفکری. حالا من خودم هم معمولا دوست دارم از واژه روشنگر استفاده کنم، نه روشنفکر، چون روشنگر همه میتونن روشنگر باشن، یعنی هر کسی نوری، شمعی به دست بگیره و این روشنی رو گسترش بده، همون کاری که افلاطون کرد، سقراط کرد، اون تمثیل غار افلاطون رو. اما این تقریر حقیقت، ممکنه بگیم آقا ما اگر بیایم حقیقت رو تقریر کنیم، بیان بکنیم، ممکنه یک سری برنجن. ما ممکنه یه روشنفکر اینجا به یک وجه تناقض‌آمیز و تراژیکی برسه که آیا من این حقیقتی که بهش رسیدم که حقیقت مطلقم نیست، حقیقت نسبیه، این که اسلام کثیفه، این
اینکه اسلام پلیده، اینکه واقعیت اسلامه، اینکه محمد جنایتکار بوده، اینکه محمد زنباره بوده، اینکه محمد پدوفیل بوده، اینکه قرآن کثیفه. اگه اینا رو بگم ممکنه خب مسلمون برنجه. آیا من این رو بگم یا نه، حقیقت رو بگم یا نه نگم، تقلیل مرارت یا اون رو دچار مرارت نکنم، رنجش رو کاهش بدم. این یه وجه اخلاقی و یه وجه تراژیک داره. اما اتفاقا خدای ملکیان توی اون نوشتار میگه معالن در نتیجه تقریر حقیقت، بیان حقیقت بر تقلیل مرارت، بر کاهش رنج اولویت داره. چون اگر یه فردی بفهمه که 80 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال عمر کرده و بعد بفهمه که بر اساس دروغ زندگی کرده، همون که میگن بعد میخواد به تاولهای کف پاش بگه که همه این راهی که اومده دروغ بوده، خب ما میخوایم بگیم داری این راهی که میری دروغه، واقعیتش اینه. اینه ممکنه اون برنجه در لحظه اول، اما نهایتاً بالمعال اگر حقیقت رو بهش بگیم، اون وقت که میفهمه با حقیقت زندگی کرده نه دروغ، نهایتاً باز هم رنجش کاهش پیدا میکنه. بنابراین باز هم بیان حقیقت که حقیقت نسبی هم هست بر تقلیل مرارتی که من چیزی نگم حالا ممکنه برنجن، اولویت پیدا میکنه. ضمن اینکه بشر تکامل پیدا کرده، ما از فیزیک نیوتنی رفتیم به از فیزیک ارسطویی رفتیم به فیزیک نیوتنی، بعد فیزیک انیشتین، بعد فیزیک کوانتوم، الان نظریه ریسمان مطرح میشه. اگر ما هنوز بخوایم بر اساس اون نظریه ماوراءالطبیعه ارسطو و طبیعت ارسطویی، که حالا ماوراءالطبیعه هم در واقع کتابی است که بعد از کتاب طبیعت نوشته شده، حتی اونجا ارسطو هم نمیگه ماوراءالطبیعه، ولی بعد توی اسلام ماوراءالطبیعه شناخته شد، اما اگر هنوز بخوایم بر اساس دیدگاه‌های ارسطویی و بدوی و یا زمان محمد زندگی کنیم، خب اون مسئله است. ما الان توی عصر کوانتوم هم گذر کردیم، توی عصر نظریه های مدرن داریم زندگی میکنیم، عصر فرا نظریه کوانتوم. من در خدمتتونم آزاد. اگر قرار باشه سه تا سوال از من بپرسی که باعث بشه منو به فکر فرو ببری تا در مورد اسلام بیشتر فکر کنم، اگه قرار باشه به سه تا نکته مهم دست بذاری که عام باشه از من نوعی بپرسی، اون سه تا نکته چیه که باعث بشه من برم به فکر فرو برم و ممکنه جوابی که به دست میارم بتونه کمک بکنه که من تصمیم دیگری بگیرم؟ شاید اولین سوال این باشه که یک خوبی از اسلام، قرآن یا محمد به من بگو، که این خوبی باشه که به این دلیل نباشه که برای اسلامه یا برای مسلمونه، این خوبی معطوف به انسان به ما هو انسان باشه و معطوف به کاهش درد و رنج انسان به ما هو انسان باشه. یک خوبی از اسلام به من بگین، شاید این یک سوال باشه. حالا اگر چون بحث جمهوری اسلامی رو هم مطرح کردید، یک خوبی از جمهوری اسلامی به من بگید که جدای از اون که میگن در واقع جمهوری اسلامی باعث شد که اسلام معرفی بشه و مردم بفهمن اسلام چیه، یک خوبی از عملکرد جمهوری اسلامی به من بگین. حالا جاده و اینا رو همه ممکنه بسازن، من دارم خوبی برای آزادی رو میگم، برای شرافت رو میگم، وگرنه جاده ساختن و دانشگاه ساختن با پول مردم بوده، حالا چه رضا شاه ساخته باشه چه خامنه ای ساخته باشه، با پول مردم باشه. اون خوبی که در مسیر آگاهی، در مسیر آزادی، در مسیر کاهش درد و رنج انسان باشه، یک خوبی از جمهوری اسلامی به من بگین. و شاید سوال بعدی این باشه که ما برای اینکه درد و رنج انسان رو باز هم به ما هو انسان، یعنی اون انسان گوشت و پوست و خون و استخواندار رو، درد و رنجش رو کاهش بدیم، بهترین کاری یا یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم، ما انسان‌ها، ما مردم ایران، ما مردم جهان چه کاری خواهد بود؟ شاید این سه تا سوال الان فل بداهه به ذهنم. بسیار خیلی اعتقاد دارن که اگر قرار باشه ایران آزاد بشه، اول باید اون زنجیرهای پوسیده خرافات دینی از ذهن مردم باز بشه. یعنی کسایی که همسنگر خود شما دارن مبارزه میکنن، شاید بعضی ها میگن آقا انقدر به اسلام نپرداز، بیا به جمهوری اسلامی بپرداز، میگن نه اول باید اسلام رو پاک کنیم، چون این جمهوری یه لقب اسلامی داره میکشه و هنوز داره سعی میکنه با دین مردم به کشونه بیاره، پای نماز جمعه و تظاهرات و غیره. اول باید دین رو زد، بعد خود جمهوری اسلامی خودش اصلا ممکنه خوش بشه بیفته. و واقعا تصور جمهوری اسلامی بدون مسلمون یه تاثیر خیلی خنده داره دیگه، یعنی هر چقدر هم بخوام با اتوبوس پر کنن بازم کم میاد دیگه. الان مسیر خیلی اینوریه، یعنی این تصاویری از خیابونا داره میاد و مردم که خیلی موش شجاع وایسادن در برابر حجاب اجباری مقاومت میکنن، تصاویر زیبایی خلق میکنه. چقدر شما هم بر این باوری که واجب تر از زدن جمهوری اسلامی اول آزاد کردن مردم از این ریسمان ها و از این زنجیرهای پوسیده خرافات دینیه؟ فراد جان راستش من خیلی نمیفهمم اول و دوم کردن توی این مسائل رو.
یعنی ببین اینجوری بگم، اگر یه سری از بچه‌ها هستن مثلا وقتی ممکن آزاد فارسانی ویدیو میذاره در نقد اسلام، میگن آقا چرا داری در نقد اسلام ویدیو میذاری، الان تو باید بیا یه ویدیو بذاری به مردم بگی مثلا آقا در انتخابات شرکت نکن، یا به مردم بگی آقا روز قدس برای چی میری کف خیابون. میگن اون واجبتر از اینه. بعضی هستن میگن نه اتفاقا این واجبتره، چون اگر اون خرافات دینی بره کنار اصلا طرف نمیره پشت سر جمهوری اسلامی وایسه بخواد اهداف اونو ببره جلو، دنبال هلال شیعی نیست، دنبال مرگ بر اسرائیل نیست. این ملموسترش اینه که دارم بهت میگم. برای همین که همیشه بالاخره شما هستم متوجه اون انتقاده نیستم که بعضی‌ها میان این مسائل رو اولویت بندی واجب و واجب تر میکنن، مستحب و مستحب تر، مکروه و مکروه تر میکنن. آخونده خودشون یه جمله‌ای دارن میگن الجمع و مهما امکن اولا من طرح، جمع اونجایی که ممکن باشه بهتر از اینه که طرح کنیم یکیشون رو کنار بذاریم. اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن، اصلا اولویتی بر هم دیگه خیلی ندارن. چون شما همون حکومت پهلوی رو هم نگاه کنید، به هر حال آزادی‌های اجتماعی بود، آزادی اقتصادی بود، رفاه بود، میهندوس بودن رضا شاه فقید، محمد رضا شاه فقید یادشون زنده و گرامی، میهندوس بودن. اما من همیشه گفتم اون چیزی که اتفاقا اونها رو به زمین زد اسلام بود دیگه، چون همون اسلامی که اومد توی متمم قانون اساسی مشروطه قرار گرفت، بعد خود محمد رضا شاه فقید بیاد میدون میده به اسلام گراها برای نوعی ترس از کمونیسم، بعد همون کمونیسم میره با همون اسلام گراها توی دفتر و توی دربار شهبانو فرح پهلوی به واسطه سید حسین نصرها و که خب رفیق فابریک مرتضی مطهری از نوادی شیخ فضل الله نوری میان متحد میشن و شد آنچه که شد. بنابراین بازم اون اسلام بود که پهلوی رو نابود کرد و به هر حال اون اسلامی که تو قانون اساسی مشروطه بود اومد دوباره قرار گرفت توی قانون اساسی جمهوری اسلامی. و بنابراین اینا لازم و ملزوم یکدیگه هستن. ما اگر این رو بزنیم اون رو زدیم، اگر اون رو هم بزنیم این رو زدیم. و این بحثی که حالا ما بگیم ما بیایم فقط به انتخابات بپردازیم، خب حالا اگر جمهوری اسلامی هم رفت اما اون ذهنیت اون منتالیتی دوباره موند و فقط رفاه اقتصادی بیاد، مسائل اجتماعی بیاد، اون منتالیتی بمونه، این مثل یه دیو خفته است که دوباره باز میگرده همون چیزی که گفتم. و به هر حال این یه زنجیر سنگینی است، اسلام سنگین ترین زنجیری است که بشر به دوش کشیده. اما در این حال ولتر میگه خیلی سخت آزاد کردن بندگانی که زنجیرهای خود را میپرستند. بعضیا ممکنه بگن خب این زنجیرها رو ما دوست داریم، همون سندرم استکهلم، ولی ما باید بگیم تو خودت عزیزی، اما اون زنجیری که به گردن توی زنجیر بردگی، زنجیر بندگی، زنجیر عبودیت، تو انسانی، تو آزادی، تو حری، تو شریفی. این بندگی که از تو میخوان بندگی که باید بر اساس اونم بری آدم بکشی، آدم‌ها رو دسته‌بندی کنی، حتی اگر اون آدم پدرت باشه، برادرت باشه، مادرت باشه، زن که هیچ حرمتی نداره در اسلام، خب باید بگیم این انسان باید ببینیم واقعاً ارزشش چیه و آیا این دین فرقی نمی‌کنه هر دینی چه ارزشی به انسان میده. اگه ارزش نمیده خب خودش ارزش نداره. بنابراین ارزش ما بازم بحث من بحث یک بحث اومانیستیه و جمهوری اسلامی ستیزش با انسانیه که اون باور اون رو نداره و بنابراین فکر می‌کنم اینا اولویت این یکی بر اوندگی نداره، اینا با همدیگه باید پیش برن. آزاد یه سال لحمد قرآن ازت بپرسم. خب این یه بحثی که بارها بارها مسلمانان مطرح کردن اینه که قرآن یک معجزه الهیه که مولای درزش نمیره، یعنی نمونه شو کسی نتونسته بیاره و این چیزایی که رو تو کتاب دینی یادم یا در دوره دبستان راهنمایی خوندیم، کتابی که سرشار از تناقضه و حالا هر کسی به نوبه خودش سعی کرده یه جورایی اینو به اون ربط بده، اونو به این ربط بده که این تناقضا رو بخواد مخفی بکنه. ولی اون چیزی که مسلمانش معتقدن اینه که آقا این اصل اسلام همین چیزی که در قرآن نوشته شده. دیدم خودم چندین بار به قرآن مراجعه کردم، آقا قرآن پیش روتونو بخونید ببینید چی نوشته. در داخلش قتل و گفته آقا دنبالشون کنید بگیرید بزنیدشون، گفته اگر حمله کردید زناشون رو میتونید بردارید برای خودتون، ده هزار یک اتفاق کثیف. علارغم این موج گسترده مسلمونا در اروپا و غیره و آدمایی که دارن مثل جوراب پاریزیان پشت روشون میکنن، طرف زندگیشو داشته میکرده الان ازش مسلمان تندرو ساختن. هر چقدر که میایم فریاد بزنیم، میایید فریاد میزنید، سرعتش با سرعت کانورت کردن مسیحی ها غیره به اسلام نمیشه. آدم های زیادی دارن درگیر این اتفاق میشن. طرف میاد در اروپا، خب مردم آسیای میانه آدم های خونگر میان، بلا فاصله با هر دختری که دوست میشه دختر خاطرخواش میشه، ازدواج، 5 تا بچه اینجا، 4 تا بچه اونجا، جمعیت بسیار زیاد و یهو دنیا به خودش میاد میگه ای بابا اینا اومدن کف خیابون.
کل لندن رو پوشوندن، اینا اومدن کف خیابون میشیگان. کی فکر کرد یه همچین جمعیتی بیاد وسط خیابون اینقدر مسلمون داشته باشه و این اتفاقات؟ بعد حالا وقتی جمعیت زیاد میشه میتونن مردم رو هم با خودشون همسو کنن دیگه، تلقین کنن مسیر ما مسیر درستیه. و میبینیم که طرف که LGBTQ همجنسگراه داره پرچم فلسطین تکون میده، در صورتی که همین آدم اگر بره تو فلسطین پرچم LGBTQ در بیاره اونجا اعدامش میکنن. وضعیت خطرناکیه. فکر میکنی ما قرار جنگای دوران قرون وسطا رو یه بار دیگه با مسلمان رو تجربه کنیم؟ این چیزی که ما داریم میبینیم فکر میکنیم که انقدر باید شور بشه که از ریشه بزننش تا بتونه درست در بیاد؟ برآورد خودت چیه با دیدن این همه تصاویر؟ فرهاد جان من میخوام اول یه اشاره بکنم. میدونید اسلام در دروغ متولد شد، در دروغ و اغراق و زیادگویی و اینها، و در دروغ هم زیست و الان هم داره در دروغ ادامه ی حیات میده. و این که میگن اسلام داره خیلی گسترش پیدا میکنه و اینها، اینم دروغه. من توی برنامه خودم پخش کردم، یکی از خود این مبلغای مسلمان میگه، توی کشورهای غربی رو من دارم صحبت میکنم، 24% از جوانان در خانواده های مسلمان در کشورهای غربی بعد از سنین بلوغ و اینا از اسلام دارن خارج میشن. اما اسلام مبناش چیه؟ ادیان اساسا مبناشون یکی ناآگاهیه، یکی ترسه، یکی فقره. و آدم ها اگر آگاه بشن، آدم ها اگر شجاع بشن، با آدم ها اگر دستشون به جیبشون برسه دیگه به دین باور ندارن. و مهم بازم بس فقر خیلی جدیه، برای همینه که حتی میبینید احمدی نژاد هم اومد گفت که اینا گفتن اگه مردم وضعشون خوب بشه دیگه به ما حرف ما گوش نمیکنن. این حرف احمدی نژاد نیست، این هم نردبان نیازهای ابراهام مزلوه، که یعنی شما اگر نیازهای زیستی برطرف بشه میری سراغ نیاز امنیت، خودشکوفایی اینا. و هم گالوب مهمترین مؤسسه نظرسنجی دنیاست، بزرگترین گالوب، بزرگترین مؤسسه نظرسنجی دنیاست. یه نظرسنجی توی آگوست 2010 انجام داده، میگه religiosity highest in world's poorest nations، دینداری توی یک فقیرترین کشورها بیشترین نرخ را داره. و جالبه فقیرترین کشورهایی که ازشون پرسیده is religion an important part of your daily life، آیا دین یه بخش مهمی از زندگی روزمره شماست، فقیرترین کشورها با کمترین GDP تولید ناخالص ملی این عددا رو گفتن. بنگلادش گفته 99% گفتن آره دین در زندگی ما نقش مهمی داره. بنگلادش 99%، نیجر 99%، یمن 99%، اندونزی 99%، مالاوی 99%، سریلانکا 99%، سومالی 98%، جیبوتی 98%، موریتانی 98%، بوروندی 98%. حالا بعد سرانه پرکپیتای رو درآمدشون رو میگه. اما کشورهایی هم که در این حال کمترین عدد دارن، کمترین یس رو گفتن که دین در زندگی ما نقش مهمی داره، حالا نگاه کنید: استونی 16%، سوئد 17%، دانمارک 19%، ژاپن 24%، هنگ کنگ 24%، انگلیس 27%، ویتنام 30%، فرانسه 30%، روسیه 34% و بلاروس 34%. بنابراین مردم اگر آگاه بشن و یه مقداری دستشون هم به جیبشون برسه به خودی خود از اسلام خارج میشه. وضعیت عوض میشه. من فکر کنم کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر که امکانش هست کلام آخرتو کوتاه بشنویم، ولی همجا قول میگیرم یه برنامه دیگه در خدمتت باشیم. خیلی سوال داشتم، شالا برنامه بعدی میپرسم. ببخشید من پرحرفی کردم، صحبت دیگه ای ندارم. من فکر میکنم که هدف ما باید کاهش درد و رنج انسان باشه. انسان نه بر اساس این باور رو داره یا این باور رو نداره، گفتم انسان به ما هو و انسان ما. آدم ها رو دسته بندی نکنیم، تقسیم بندی نکنیم، مسلمان و کافر، شیعه و سنی، بهایی، حتی غربی و شرقی، نمیدونم آمریکایی و ایرانی. اون مرز هم فقط برای مدیریت انسان و بهبود زندگی انسان. بنابراین من هدفم، کسی هم نیستم، هیچ ادعایی هم ندارم، ولی هدفم اینه که یه روشنگری که هست، اگر یه مسیری رو احساس کردیم که یه روشنی درش هست، اون رو با دیگران به اشتراک بذاریم. تاکیدم میکنم که نمیگم این درست ترین مسیره، ولی اون رو با دیگران به اشتراک بذاریم برای کاهش درد و رنج انسان. خیلی هم از شما سپاسگزارم. من سپاسگزارم، دعوت من رو قبول کردید، این فرصت بسیار بسیار محترم اومدی و ممنونم. مثل همیشه انقدر شیرین زبون هستی و انقدر قشنگ با مثال و با آمار و ارقام، و مخصوصا برای کسی که هنوز باورمندن به اسلام، از اسلام میگی، عربیشو میگی، معنیشو میگی، بسیار بسیار خوبه. همین باعث میشه آدمایی که دارن
کلام تو رو گوش میکنن، تصویر تو رو میبینن، بدونن که دارن با یه آدمی که مسیر رو رفته، من اینو خیلی تاکید میکنم و این علم رو داره، دارن صحبت میکنن. ممنونم ازت که به برنامه خودت اومدی، امیدوارم در برنامه دیگه هم در خدمتت باشیم. به خدای بزرگ و مهربون میسپارمت آزاد عزیز، خدا نگهدار. بدرود، سپاسگزارم، پاینده باشید، پاینده ایران و پاینده آزادی.